از فرودگاه کلوف در یک سال اخیر 132,000 مسافر به 32 شهر روسیه پرواز کرده اند. حالا در یک هفته 19 پرواز انجام شده، مسئولان فرودگاه چنین افزایش پروازها را به سابقه می نامند. در این شب و روز شرکت روسی اورال اویالینی در یک هفته 16 خطسیر و 3 خطسیر دیگر را شرکت سامان ایر براه مانده است. حاضر ما با 3 شرکت همکاری کرده ایتودهیم. این شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی، شرکت هواپیمایی سیبیر و شرکت وطنی سامان ایر خطسیر را اجرا کرده ایتودهند. حاضر شرکت هواپیمایی سیبیر کمی خطسیرش را اجرا نکرده ایتود و از ماه فوریه بود پرواز را سر میکند. افزایش بی سابقه پروازها در حال است که پیش از همگیری کووید 19 از اینجا هفته همگی 4 پرواز صورت می گرفت. در سال 2020 با سبب پاندمی همه گونه پرواز از فرودگاه کلوف قطع شده بود. مسئولان فرودگاه گفته بودند که در آن سال درآمد را از دست داده فرودگاه 9 میلیون سومانی ضرر دیده بود. اما با برقرار شدن پروازها در سال 2021 فرودگاه ضررش را جبران و فایده به دست آورده است. در سال 2021 ما درآمد ما 102 میلیون 875 هزار 100 سومانی را تشکیل کرده بود. حالا نرخ پرواز از اینجا به روسیه از 4500 سر کرده تا 6000 سومان است. سال 2021 طریق این فرودگاه 32 تابوت مهاجران آورده شده است. این شماره از سال 2020 31 عدد بیشتر بوده است. اینچنین طریق این فرودگاه پناهندگان افغانستانی هم تابستان سال 2021 پرواز انجام داده اند. فرودگاه کلوف در جنوب تاجیکستان سال 2006 مقامی بین المللی را صاحب گشت. از این فرودگاه در گذشته نه فقط به روسیه بلکه به قزاقستان و چین هم پرواز انجام می شد. حالا بخشی اصلی مسافران فرودگاه کلوف را مهاجران کاری تشکیل می دهد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلوف.